سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تی وی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد زنده یاد جمشید مشایخی، یکی از ماندگارترین چهره های عرصه بازیگری. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت ها و کارامون حمایت میکنید. استاد جمشید مشایخی یکی از ماندگارترین چهره های عرصه بازیگری، متولد 6 آذر 1313 در تهران بود و از سال 1336 با نمایش وظیفه دکتر فعالیت بازیگری خود را آغاز کرد و با فیلم کوتاه جلد مار در سال 42 مقابل دوربین رفت و 2 سال بعد با فیلم خشت آینه وارد سینما شد. آقای مشایخی در منطقه‌ای به نام پارچین تهران به دنیا آمده. پدرش تحصیل کرده یه آلمان و سوئد بوده و به عنوان افسر شیمیست در کارخانه شیمیایی ارتش کار میکرده و مادرش نیز خانه‌دار بوده. فرزند اول خانواده بوده و بعد ایشون 6 تا خواهر و برادر دیگه هم بودن که ایشون و یکی از برادرانشون به نام علی در ایران زندگی میکردن و بقیه افراد خانواده در آمریکا و اتریش زندگی میکردن. به گفته خودشون علاقهشون به هنر از همان دوران نوجوانی شروع شده. زمانی که در کلاس 5 ابتدایی درس میخونده نمایشنامه مینوشته و کارگردانی میکرده و در کنار بچه های محله بازی میکردن. به مدت 2 سال در ارومیه خدمت سربازی کردن و در سال 36 وقتی پایان خدمت گرفتن از طریق دوست داییشون به اداره هنرهای دراماتیک معرفی شدن. او تا به امروز ایفاگر نقش های ماندگاری بوده که از جمله آنها میتوان به فیلم های گاو، قیصر، شازده احتجاب، سوت دلان، خانه عنکبوت، کمال الملک، گلهای داوودی، آبار، پدر بزرگ، تلسم، سرب، روز واقعه، خانه روی آب و یک بوسه کوچولو و مجموعه های پرطرفداری چون هزار دستان، داستان های مولوی، پادشاه صاحب قران، امام علی و پهلوانان نمیمیرند اشاره کرد. استاد مشایخی از بازیگران پیشکسوت سینما و تئاتر و تلویزیون ملی ایران بودند. اصالت جمشید مشایخی به تن کابن مازندران میرسد. وی دارای تحصیلات ناتمام در رشته تئاتر بود. جمشید مشایخی سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک در آمد. سپس او به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی کانال 3 غیر دولتی آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه جلد مار در کنار هجیر داریوش به همراه فخری خربش جلوی دوربین رفت. جمشید مشایخی حتی به خاطر بازی سینماییش برای مدتی از کار تئاتر اخراج شد. اما در واقع کار حرفه‌ای خود را از سال 49 به طور رسمی شروع کرد. بازی استاد مشایخی در نقش انسان‌های بیرحم و همچنین نقش‌های تاریخی همچون شازده احتجاب و کمال الملک و رضا تفنگچی در سریال هزار دستان نشانگر از توانایی بازیگری او بود. با این حال در کارنامه بازیگری او نقش‌های کم ارزش و گاه بی ارزش نیز شاهد بودیم که به گفته خود پذیرفتن آن نقش‌ها را برای کمک به کارگردان‌ها قبول می‌کرد، هرچند اگر به کارنامه بازیگریش لطمه وارد می‌شد. استاد مشایخی در سال 63 بابت بازی در 2 فیلم گل‌های داوودی و کمال الملک برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. از نمایش‌های مهم او بازی در نقش بزرگ آقا در نمایش میراث کار بهرام بیضایی در تالار 25 شهریور در آذر ماه 46 بود. جمشید مشایخی در سال 93 به عنوان سفیر سلامت چشم و بینایی و در سال 94 به عنوان سفیر سلامت از سوی وزارت بهداشت و دانشکده علوم دکترای دانشگاه تهران معرفی و به وی تندیس سلامت اهدا شد. استاد مشایخی با خانم گیتی رؤوفی ازدواج کردند و 3 فرزند به نام های نادر، نغمه و سام دارند. شاید شناخته شده ترین آنها نادر مشایخی باشه. نادر حالا رهبر ارکستر تهران و سالها در اتریش موسیقی خوانده و ارکسترهای مختلفی رو رهبری کرده. شاید بچه تشابه بهترین بازیگر سینمای کشور ایران هم همین باشه. فرزندان مشایخی و انتظامی هر دو از بهترین آهنگسازان ایران هستند. سالها پیش پس از درد معده پزشکان متوجه سرطان او شدند و احتمال زنده ماندنش رو کم میدونستند، اما در نهایت با عمل جراحی 35% روده رو برمیدارن و استاد دوباره سلامتی خودش رو به دست میاره. استاد مشایخی در تابستان 97 برای 2 بار از ناحیه دستگاه گوارش و روده به علت مشکل چسبندگی و همچنین سنگ کیسه صفرا مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما در نهایت جمشید مشایخی بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ساعت 9 شب 13 فروردین ماه 98 درگذشت.
گویا علت فوت استاد مشایخی ایست قلبی بعد از بستری و تحمل مدت زمان بالای بیماری بوده. ایشون در طول تعطیلات نوروز سال 98 در بیمارستان عرفان بستری بود. فرزندان این بازیگر با اعلام این خبر نوشتن: پدر ما ساعت 9 شب امشب 13 فروردین 98 در نهایت آرامش به سفر ابدی رفت. تشکر ویژه از همه عزیزانی که همواره به ایشان لطف و محبت داشتن. روح ایشان شاد و یادش گرامی باد. نادر، نغمه و سام مشایخی. مستند زندگی نامه استاد جمشید مشایخی در سال 85 به کارگردانی الهام قره‌خانی و امیر مهرتاش مهدوی با حضور 65 هنرمند و با گویندگی استاد پرویز پرستویی ساخته شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.